17,000 خودکشی در 15 سال اخیر در ایران. حجت الاسلام حسن روحانی و سخنگوی دولت او در ولایت فقیه بدحجابی را بیماری خواندند. این سخن او در میان مردم اهانت آشکار به زنان ایران تلقی شده است. آنچه هاشمی رفسنجانی در حمایت از حماس گفته است و انتقادات محمود عباس رهبر دولت خودگردان فلسطینی در مورد جنگ افروزی ویرانگرانه سازمان حماس، جان کری وزیر خارجه آمریکا برای ایجاد ائتلاف در مبارزه با داعش همچنان در منطقه به سر می‌برد و سخنان امروز امام دولتی جمعه در نماز جمعه تهران و آنچه که پیرامون بیماری و عمل جراحی آیت الله خامنه‌ای در تهران و دیگر نقاط می‌گذرد. با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجا که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته ای. در ساعت پیش رو 9:30 شب به وقت تهران جمعه و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود همراه با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر. در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن دکتر محسن سازگارا. بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرهای ایران، منطقه و آنچه را که در عرصه بین‌المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما در لندن. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. با تأسفی برای آقای علی دایی و اشکش در خروج از پرسپولیس. شما هوادار پرسپولیس هستید؟ خیر قربان، استقلالی ما از قدیم. عشقای بسیاری ریختن در ایران به خاطر دستانان جوانانشون آقای دایی بخره. امیدواریم سر از جای دیگه در بیارن. بله انشاءالله در میارن. نگاه بر آقای سازگارا با سلام به شما در واشنگتن، هرچند پسته پشت سر شما نیویورک هست. بله عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. ضمناً واشنگتن ظاهراً پوستر زیبایی من ندیدم، شوالی شما پیدا کردی. بله دیگه به هر حال قشنگ هست و امیدواریم همیشه باشه در برنامه. در سفرها هم اگه بشه همراه ببریم. حت باز سفرم ببرم اگه بشه. آقای نوری‌زاده صحبت عشق کردید و مربی پرسپولیس که از پرسپولیس رفتیم. بله. اما مرکز آمار ایران آماری رو داده بسیار حیرت انگیز. درست که سازمان ملل آماری داره درباره سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل، سالانه به طور متوسط 800,000 نفر در دنیا خودکشی میکنه. در ایران آماری نه، در این 17,000 خودکشی ما داشتیم در 15 سال اخیر، بیشترینش هم سال 1385 بوده. این تفسیر شما رو میشنویم، شرایط زندگی چرا چنین شده و بیشترشون جوانان بودن، یعنی جوانان بین 18 تا 24 ساله. ببینید آقای چالنگی، همه ما، من، شما، آقای دکتر سازگارا و دیگران در اون سنینی که محصل بودیم، تو دبیرستان بودیم، یه چشم‌اندازی جلومون بود، میگفتیم میریم دانشگاه بعد به یه جای خوبی میرسیم، حالا هر کدوم در عرصه و
صحنه‌ای که علاقه داشتیم، یکی پزشک میخواست بشه، یکی میخواست حقوقدان بشه، یکی هنرمند بشه، حالا هر کدوم یکی مهندس بشه، یه چشماندازی در برابر ما روشن بود. اونی که میخواست بره کار صنعتی میگفت بکوشم برم دانشگاه آریامهر، اون یکی میگفت بکوشم برم دانشگاه مثلا امیرکبیر، حالا اون وقت پلی‌تکنیک، یکی دیگه میگفت برم دانشکده حقوق. هر کدام چشماندازی در برابرمون بود با یه سلسله آرزوها و امیدها که بعضا تحقق پیدا میکرد، بعضی ها تحقق پیدا نمیکرد. همه جوونا در اندیشه این بودن خب اگر یه کاری پیدا کردن همسر بگیرن، خانواده تشکیل بدن. شما وضع جوان امروزی رو پیش خودتون مجسم کنید، به چی دلش خوش باشه؟ دیپلمشو میخواد بگیره، حالا با هر بدبختی دیپلمشو گیره، بعد میاد بیرون، کدوم دانشگاه بره؟ دانشگاه آزاد بره، دانشگاه تهران، دانشگاه سندی، دانشگاه امیرکبیر و اینا، خب مشکل سخت، همه نمیتونن اونجا برن. بعد هزینه سنگین تحصیل، دانشگاه آزاد بره برای هر واحد خدا میدونه چقدر باید پول بده. بعد همینطوری تو مملکت دانشگاه درست کردن، واحد نمیدونم یالغوزآباد، واحد فلان، 4 تا 5 تا 20 تا جوان پا میشن میرن به یه شهرستانی که هیچ آشنایی بهش ندارن و در اونجا در این محیط بسته دانشگاه میرن، عصری تعطیل میشه، میان خونه چیکار کنن؟ دوست دختر دارن با هم برن بیرون کافی شاپ بشینن، برن سینما؟ نه، در نتیجه جمع میشن، عامل اعتیاد میاد و این به گفته یکی از دوستامونه که در درون حاکمیته، عامل اعتیاد میاد وسط، بی پولی، فشارهای خانوادگی، ناراحتیهای اجتماعی، تو خیابون با یه دختر حرف میزنه پس گردنشو میگیرن. ببینید جوانهای ایرانی، پسر و دختر، در یه شرایط غیر عادی هن، میخوان مثل همنسلان خودشون در جهان زندگی کنن، هیچ چیز اضافه هم نمیخوان، میخوان زندگی کنن، بخندن، بیان فیلم هپی رو بگیرن نمایش بدن، برن دختر و پسر مسابقه فوتبال و والیبال ببینن، نه اینکه در برابر استادیوم دختری رو که در انگلستان بوده پا میشه میره ایران بگیرن و اونجور باش رفتار کنن. ببینید خب میکشونن، یعنی این رژیم لعنتی، این فتنه که سال 57 به طوقش به گردن ما افتاد، این جایی برای امید نمیذاره، امید رو تمام و مصادره کرده، جوان رو سوق میده به سوی نیهیلیسم، هیچگرایی و در نهایت مرگ. بسیار اسباب تأسفه، واقعا نسل جوان ما داره پوست میاندازه، در آتش داره میسوزه. بله، اشاره های نوزاد به قنچه قوامی از دختر ایرانی که برای تماشای مسابقه والیبال ایران و ایتالیا رفت، سر از زندان در آورد و الان سازمان های بین المللی هم خواستار آزادی اون هستند. باز من اینجا تکرار میکنم، تیم ملی والیبال ایران، همه ورزشکارانی که عنوان تیم ملی رو بر خودشون دارن، این وظیفه بسیار ساده ورزشکارانه است که اگر این صفت واقعا شایسته یک تیم هست، شامل نیمی از جمعیت ایران هم میشه، دختران و زنان ایران. ورزشکاران ایران وظیفه دارن در این زمینه اقدامی بکنن، وگرنه اگر دختران و زنان اجازه ندارن برن بازی های اونا رو ببینن و سر از زندان در میارن، خب این سوء استفاده از سمت ملی است. چه تیم والیبال، چه تیم فوتبال، چه هر تیم دیگه، این واقعیتی است، نه اینکه نظر من یا کس دیگری باشه. چگونه میشه که تیم ملی باشه ولی در نیمی از جمعیت کشوری، ملتی، نتونن بازی های تیم ملی خودشون رو ببینن؟ جوانانی که با هزار زحمت میکشن و بالاخره سر از عرصه های جهانی در میارن، فوتبالیست ها یا بقیه، محروم شدن زنان و دختران ایرانی. قنچه قوامی در زندان هست و دختران دیگه، آقای سازگارا و جوانان دیگه، و 17,000 کشته، خانواده های عزادار در ایران چه میگذره آقای سازگارا؟ بله، مطمئنن نابسامانی بزرگی مثل نرخ بالای خودکشی، مثل سایر بیماری های اجتماعی، عوامل متعددی داره. ما در همین حال دیروز من دیدم برآورد جمعیت معتاد کشور دست کم
2.2 میلیون نفره که از این مقدار 10% خانوم ها هستند. و معاون رئیس جمهور خانم ملاوردی گفته بود که جمعیت زنان معتاد درصدش به کل طی 10 سال گذشته 2 برابر شده، یعنی از 5% معتادین رسیده به 10%. یا نرخ بالای طلاق یا پایین رفتن نرخ به دام فحشا افتادن دختران معصوم و ده ها بیماری دیگه که در جامعه بروز کرده و شدت گرفته، مطمئناً پدیده های پیچیده است که دلایل مختلفی داره. ولی آقای چالنگی، یک موقعی من یادم راجبه طلاق یک مطالعه شده بود و عواملی که چرا ایران یه زمانی بالاترین نرخ طلاق رو پیدا کرده بود یا لاقل رشد طلاق رو، علت العلل وقتی که ارزیابی کرده بودن پاره از پژوهشگران رسیده بود به بیکاری، نبودن شغل برای جوان، یا به تعبیری که دکتر نوریزاده میگفتن آینده‌ای پیش روی خودش نمیبینه. یک جوان وقتی میتواند آینده خودش رو ترسیم کنه، برای زندگیش برنامه ریزی بکنه، امید داشته باشه یه زمانی منزلی بخره، ماشینی داشته باشه، ازدواج بکنه، خانواده تشکیل بده، مسیری که طبیعی بشه، لازمش این است که بداند چه زمانی چه شغلی دریافت میکنه، به چه کاری میتونه بپردازه. و نرخ بالای بیکاری در کشور، نرخ بالای 25%، یعنی کسانی که بین 23 سال تا 60 سال هستن، از هر 4 نفر دست کم 1 نفرشون بیکاره. ضمن اینکه اونهایی هم که تو آمار اشتغال کشور میارن، خیلی هاشون اشتغال واقعی نیست، اشتغال کاذب رو گاهی مثل زمان آقای احمدی نژاد، کسی که تو خدمت سربازی هست هم جزو کسانی که کار دارن آورده بودن، یا زنان خانه‌دار و غیره رو. به نظر من حداقل در پاره استانهای کشور مثل ایلام نرخ بیکاری به نزدیک گاهی 50% میرسه. ببینید، این اون نکته است که باید گفت که با این شعارها، 35 سال با شعار، با حالت جنگ با دنیا، با حالت شرایط بحران کنونی، نمیدونم خطر غرب، آمریکا، امپریالیسم، این شعارها مملکت اداره نمیشه. یعنی من گاهی حق میدم به جوانها که به نسل ما به شدت انتقاد میکنند و میگن که چرا شرایطی درست کردید، شما گذاری کردید و شعارهای انقلابی و تند و تیزی مطرح شد که ها زندگی ما رو برده در یک فضای مهالود و بحرانی. و یک این شرایط، این درمان این کارها احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج به کار بنیادی داره، احتیاج به این داره با دنیا آشتی کنی، بشه سرمایه بین المللی بیاد در ایران، با دنیا بچرخی، زندگی کنی، و اقتصاد شکوفا و آزادی میخواد که تحریم نباشه، بتواند مالکیت توش محترم باشه، مردم بتونن فعالیت کنن، و ده عامل دیگه. این ها مسائلی که با ایشالله و ماشالله و شعار حل نمیشه. و شاید قبلا هم عرض کردم مدیریت علمی نیاز داره، مدیریت فقهی نمیتونه حل کنه. خب در همین زمینه که آقای سازگار اشاره میکنه، آقای نوری‌زاده، ببینید که به برنامه ریزی احتیاج داره، ببینید مدیریت نیاز داره، و همه آنچه که مربوط میشه به این عناوین، مدیریت و برنامه ریزی. اما شما میبینید که رئیس جمهوری نظام و دولتش مشغول برنامه ریزی صحبت درباره هنوز حجاب هستن. یعنی در مشهد آقای روحانی میره و بعد سخنگوی دولت ایشونم، خود ایشونم اشاره میکنن در سخنانی، و سخنگوی دولت چون بی‌حجابی یک مرض است، باید برنامه ریزی کرد که بیایند این بیماران رو شفا بدن، و بدحجابی یک بدحجابی یعنی مرض است. من ضمناً اشاره بکنم، آماری که دادم مرکز آمار ایران داده، اون آمار درباره خودکشی. بله آیه
نوریزاده، قضیه چی هست؟ ببینید آقای، برنامه دیگه نمیتونن در زمینهای دیگه، فقر مردم، در زمینه بهداشت مردم بقیه کاری بکنن؟ گفت آقای اجاب. از کجاش بگم آخه؟ ببینید امروز یک سیاستمداری در بریتانیا در ایرلند درگذشت به نام آقای یان پیزلی که به همون اندازه هیکل و درشتش عظیم و بزرگ بود. این مرد از لویالیستا بود، طرفداران پیوند ابدی ایرلند با بریتانیا، کشیش هم بود و در این حال دکترای الهیات هم داشت، ولی رهبر حزب لویالیست بود که در پیوند با بریتانیا و ضد ارتش جمهوری خواه در حد جان. و اصلا یان پیزلی که میمد کاتولیکا و جمهوری خواه میلرزیدن، یعنی همچاده این بود. این آدم با درایت فصل صلح که رسید با دشمنانش که روزی خواستار محاکمه و ابد زندان کردن و اعدامشون بود، اومد نشست با آقای مارتین مکینز، اومد نشست با آقای جری ادامز در ارتش جمهوری خواه ایرلند و شد سروزیر ایرلند و اونا معاوناش و با هم کار کردن. ببینید میخوام اینو بهتون بگم، این آقا بعدن همونجا هم گفت درسته ما 50 سال جنگیدیم، ولی در این مرحله به این نتیجه رسیدیم که ما برای ایرلند، برای مردم ایرلند، برای آینده فرزندانمون در ایرلند باید از این خواستای شخصیمون یه خود بیام پایین. اون چند قدم اومد جلو، من اومدم و سرانجام با اون طرحی که تونی بلر برنامه‌ش رو ریخته بود سرانجام به این توافق رسید و ایرلندی که سالها در خون و کشتار و درگیری بود امروز آرامه و روز به روز هم پیشرفت بیشتری میکنه. حالا 35 سال رژیم جمهوری اسلامی با این برنامه‌ها، با این سیاست‌ها تو سر مردم زدن، مرگ بر آمریکا کشیدن، دنیا رو دشمن داشتن، همسایگان رو دشمن داشتن. 35 سال تا حالا اومده هیچ جایی رو فتح نکرده، در فلاکت و مصیبت گرفتار، اون ریخت وزراش، اون ریخت قیافه‌هاشون، اون عملکردشون، اون دزدی‌هاشون، اون فسادشون، و 4 تا آدم در میون اینا این مردانگی رو ندارن که بیان جلو بگن آقا ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، الان زمان وحدت ملی است، الان زمان آشتی ملی است، این میلیون ها ایرانی که در خارج از وطنن بازگردن، جمعیشون سرمایه دارن، بیان سرمایه گذاری کنن، استادن، وکیلن، پزشکن، متخصصن، بیان برای ساختن کشور. نه آقای نوریزاده، خارج از کشور پیشکش، در داخل کشور چقدر متخصص در زندان هست؟ نه مشکلشون چقدر متخصصین بیرون از دایره قدرت هستند، خونه نشین هستند، از وکلای دادگستری شما بگین عبدالفتاح سلطانی تا کارشناسان نفت تا حالا من ابعاد قضیه رو بزرگتر کردم برای این مغز کوچکایی که حضور خانم قنچه قوامی در مسابقات اسلامشون رو به هم میزنه. من راجع به این مغز کوچکا گفتم ما یه همچه امکاناتی داریم بدون نیاز به خارجی، با کمک از هموطنانمون کشور رو بسازیم، جامعه رو متحول کنیم، برای جوانان ناامید کار ایجاد بکنیم. اما اینا چیکار کردن؟ ما آفرید خسروی رو اعدام میکنن چون از اهل بیت نیست، چون جز خودشون، چون جز دزدای سرگردنی خودشون نیست. و شما نگاه کنید آقای رازینی دزد سرگردنی، دیدم ایشون اومدن رئیس دیوان عالی کشور کردن. یعنی همین آقای نوریزاده، مسئله اینه آقای روحانی که آمد و اون وعده ها رو داد، اما الان شما میبینید حدود کمتر از 2 سال است دوباره همون کاس. بعد حجابی مرض است و باید معالجه بشود، حالا داره مثلا به اون مخالفان، اونایی که میخوان اعمال قدرت کنن با زور و اینا، باید برد به دکتر و نمیدونم باز این حرفا. خب ببینید مشکل آقای روحانی هم ببینید، اگر همین نبود باز هر موقع انتخابات هست زنان ایران میرسن به عرش. آخه آقای روحانی هم 4 متر زیر فرش هم نیستن. نه آقای روحانی هم 4 متر 40 بار سرشه. ببینید مشکل ما، مشکل اساسیمون عمامه است. مشکل اساسیمون اینه دکانداران دین آمدن توی حکومت. ما اصلا مشکلی نداریم آقای روحانی استاد دانشگاه باشه،
اصلا مسئله نیست، برن در دانشگاه درس بدن. قبل از انقلاب بود زنده ها دکتر محسن بهبانی دانشگاه هم درس میداد، امامم داشت، هیچ اشکال نداره. ولی وقتی آقای روحانی میاد توی سیاست دیگه باید کتاب دعا رو بذاره کنار. وقتی میاد تو سیاست به قول عیاد جمال الدین کتاب روح القوانین رو دستش بگیره، قرآن و کتاب مفاتیح الجنان و بهار الانوار رو بذاره خونش. نمیشه بیای در قرن 21 برای زن ایرانی بخوای پوشش تعیین بکنی، امکان نداره، زن ایرانی زیر بار نمیره. خب آقای سازگارا، این تضادها، این رفتارها، این گفتارها، هر جا نشستن حرفی رو به مناسبت آن مجلس گفتن که در مورد آقای روحانی هم هست، اینا رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنه؟ از یک طرف ستایش های بی اساس، یعنی منظور من هست که بی اعتقاد در واقع میخوام بگم، از زنان که در عمل نشون داده میشه که اعتقادی نداره، بعدش چون این حرفایی زدن. بله خیلی آقای چلنگی، من هم واقعا باید بگم تعجب کردم، بلکه در همین سفر مشهد آقای روحانی در جمع خانواده های شهدای جنگ همین حرفایی رو که مطرح کردین زدن، اما به فاصله یک روز در جمع نخبگان و تحصیل کردگان درست برعکس این حرف زدن، گفتن با وانت و پاسبان و نمیدونم بگیر و ببند نمیشه با حجاب با زنهای مردم برخورد کرد و با فیلترینگ نمیشه به جنگ دنیای جدید در حرفایی که حالا یک دم از اون طرف ریختن سر ایشون، امام جمعه مشهد گفته بود اتفاقا بدون پاسبان و فیلتر مشکل فرهنگی حل نمیشه، و این متناقض حرف زدن به نظر من یک دلیلش ریشه در این داره که روحانیت شیعه به دلیل اینکه پولش رو از دست مردم عادت کرده بوده طی قرنها بگیره، نه در جمهوری اسلامی که الان پولش رو دستش رو آقای خامنه‌ای کرده تو کیسه بودجه های عمومی، ولی قبلا که باید مردم باید پولشون از روحانیت چیه بگیرن، بعد واقعا خامنه‌ای باید زکات بده به مردم، خمس بده، یه چیزی به این 95 میلیارد بفهمید. قبلا آخه برای اینکه روحانیت چیه در واقع پولش رو از دست وجوهات مردم میگرفت و زندگیشو میگذرون، این بس بارها مطرح شده که عوام زده هست روحانیت شیعه، برای اینکه به باب دل مقلدین و باب دل مخاطبینشون حرف میزنه. به هم دلیل هم منبر که میرن آقایون بسته به اینکه مخاطبشون کی باشه عادت کردن جوری حرف میزنن که اون مخاطب خوشش بیاد، در واقع دنبال روی عوام میشن. آقای خمینی هم گاهی من خاطرم هست دنبال میکرد آدم صحبتاشو، یک کسایی مثلا از فلان کارگرا میرفتن میگفت، البته پیامبر خودش دست کارگر رو ماچ کرد، نمیدونم سرمایه‌دارا میرفتن میگفت، البته در اسلام سرمایه اینچنین، معلمین میرفتن و اصلا توجه هم مهم نبود لاقل برایشون، که گاهی این حرفا خودش با هم کاملا متناقض بود و نمیشد شما بگی هم این خوبه هم اون خوبه، هم اینجا میرم هم اونجا میرم. به نظر من اگر یک تفسیر از این تناقض در حرفای آقای روحانی در مشهد رو باید پای حساب روحانی بودن ایشون و این عادتی که روحانیت منبری ما داره که به باب دل مخاطب صحبت بکنه باید گذاشت. ولی مسئله حجاب، ببینید آقایون به قول من یادم دهه 60 یک جلسه خصوصی بود، چند نفر بودیم، این آقای اردبیلی رئیس قوه قضاییه بود، خود ایشون میگفت همه مشکل مملکت شده ظاهرا یک کاکل موی خانوما، و میگفت اگه صبح همه خانوما بیان اعلام کنن آقا ما این یک کاکل مومونو میتراشیم مثلا و بی‌زحمت بریم دنبال تامین نون و آب و کشور، ببینیم واقعا دیگه این مسئولین بهانه‌ای دارن یا نه. اون حرف به نظر من به شدت بیشتر هنوز معتبره، یعنی آقای مملکت رو اداره نمیتونن بکنن، آقای روحانی ازش توقع هست رو جبه درمان اقتصاد کشور بیش از هر چیزی حرف بزن، همون کامل
یک کاکل موی خانوما میرن، ظاهرا مشکل عظمای حضرات اینجا نهفته. همون کاکل یا توره بانوان ایرانی ظاهرا دماسنج ناتوانی روحانیون حاکم هست در حل مسائل ایران. آقای احمدی نژاد هم همین صحبت اوایل ریاست جمهوری دوره اولش کرد. اینی هم که آقای خمینی در برابر هر جمعی سخن باب تبونا رو میگفت، این شایعه هم وجود داشت، یا به شوخی از شوخی هایی که مردم ساخته بودن که در خفا با رهبران حزب توده هم اون زمانی که خیلی نزدیک بودن در پشت پرده، آقای کیانوری و بقیه، به اونها هم گفته بود که مرحوم یوسف استالین هم مسلمان بوده است در اصل. بله، یا همون یوسف استالین. آقای نوریزاده عزیز، ببینید از جمله تخصصای به اصطلاح در زمینهای تخصصی که لازم برنامه ریزی هست، مدیریت هست، بهداشت هست در تهران. برحال آقای خامنه ای بیمار هست، در جای نشسته، یک سرنوشت یک ملت و مملکتی دست ایشون افتاده. خوب از مزایایی داره سوء استفاده و استفاده میکنه، یک قلم هم 95 میلیارد زیر نگینش هست. ما حالا فعلا به این که ایشون رفته در چه بیمارستان چه مخارجی داره کاری اصلا نداریم، اما خود ایشون هم سال ایشون بارها بر منبر گفتن درباره امام اول شیعیان، و حتی در جاهایی هم ناچار شدن روحانیت شیعه اذعان کنن درباره عمر ابن خطاب خلیفه مسلمانان، که درباره امساکی که خودداری از مصرف بیت المال همه این. آیا به جای همه این کارا یا در کنار این کارا لازم نیست که یک مقداری هم برنامه‌ریزی کنن برای بهداشت مردم، مردمی که تو کوچه و خیابون میخوابن، مردمی که دوای فاسد میخورن، مردمی که خدمات پزشکی ندارن، مردمی که کلیهشون رو میفروشن، مردمی که هزاران هزار مشکل پزشکی دارن؟ آیا لازم نیست چنین؟ این همون عدل اسلامی است که سالها ملای شیعه بر منبر گفت و خمینی بر موج اون آمد. بله، حضور درس کنم آقای چالنگی عزیزم، یه نکته رو بگم. در تبلیغات دولتی مرتب تاکید میکنن حضرت امام خامنه ای در بیمارستان دولتی تحت عمل جراحی قرار گرفتن. خب ملکه ایران هم فرزند اولش رو در بیمارستان دولتی به دنیا آورد، چه اتفاقی هم نیفتاد و در بیمارستان دولتی قرار گرفت. آقای خامنه ای یک کلینیک مخصوص خودش داره، کلینیکی که انگام سفر ایشون در تریلرهای بزرگ باهاشون سفر میکنه، در هواپیمای اختصاصیشون اگر برن همراهشونه، یه هواپیمای 330 ارتشی جلو میره که کلینیک ایشون رو ببره، رامسر تشریف میبرن کلینیک میره، ملک آباد مشهد کلینیک میره. بنابراین اینجور برای مردم صوفی بازی در نیارن که آقا در بیمارستان دولتی خوابیده بودن. خب خوابیده بودن، آقا رو برای اینکه ظاهرم درست کنن بقیت الله العظم رو آماده کردن، ولی در شهید رجایی تحت عمل جراحی قرار دادن. و آقایی که بیماری پروستات داره چرا در بخش قلب میخوابه و چرا پزشک قلب آقای مهدوی کنی بالا سر آقای خامنه‌ای هم هست؟ اینا همه مسائل جالب توجه بود. اما اجازه بدین یه چند تا نکته رو من درباره این دیدارها هم بگم، حالا میرسم به سوال شما. این دیدارهایی که از آقای خامنه‌ای داشتن که از بعد از ظهر دوشنبه شروع شد، دیدارهای جالبی بود. بعضیاش خصوصی بود، یعنی آقای هاشمی اومد، فرزندان احمد آقا رو آورد، رفتن صورت رفیقش رو بوسید و بعدم گفت بله بنده ایشون رو عاشقشم از 50 سال پیش، حالا خداوند در تای دلش بپرسه. آقای حسن روحانی آمد و باز همین بساط بود، ولی احمدی نژاد که اومد، اسحاق جهانگیری و مجید انصاری دو تا از دشمناش هم جزو اون هیئت بودن، و احمدی نژاد که رفت صورت آقای خامنه‌ای رو ببوسه، آقای خامنه‌ای صورتشو برگردوند. اینم خیلی قابل توجه بود. در احوالات آخونده آدم باید دقت کنه، اینا مثل آدمای دیگه نیستن. ولی تنها دو کسی که یعنی تقریبا روبروش ایستاد، تنها کسی که در میون اینها روبروی
رهبر جمهوری اسلامی استاد آقای احمدی نژاد بود نسبتا. من تایید میکنم، من رد نمیکنم، میگم و این نشون داد آقای خامنه ای که ملت ایران رو در ماجرای 88 با اون مصیبت روبرو کرد، کشتار، تجاوز، نابود کردن مردم، هزاران جوان ایرانی رو واداشتن به خروج از کشور برای حمایت از احمدی نژاد، حالا صورتش رو اینوری میکنه. یعنی مردم باید این هزینه رو میدادن تا آقای خامنه ای مثلا متوجه بشه احمدی نژاد میخواد زیرابش رو بزنه یا چه رفتاری به. منظورم این بود که ملت ایران چه هزینه ای رو داد برای اینکه آقای خامنه ای درک کنه گزینشش غلطه، تمام که امروز هم آقای خامنه ای گزینشش غلط داره. به هر حال ببینید آقای چالنگی، تمام کشور، یعنی باز برخلاف اون پدر و پسر که بدنامشون کردن و الان که آدم میشینه نگاه میکنه تاریخ رو میخونه میبینه نه، خود اون شاه چقدر با برادران و خواهرانش درگیر بود، خاطرات علم است، بر سر مسئله فساد و یا متهم شدن به فساد و شایعات فساد. آقای خامنه ای تمام دور و بر شایعه فساده، از دامادشون گرفته آقای باقری کنی، اون یکی دامادشون آقای محمدی گلپایگانی پسر رئیس دفترشون، از اطرافیانشون، از آقا مشتبه، از برادر همسرشون، از برادر خودشون حسن آقا، تمام اینا رو شما دور هم جمع بکنید و آقای خامنه ای عین خیالش نیست. یعنی این همه فساد در یک درون حکومتی باشه. محمد فروزنده 10 سال بنیاد مستضعفان خدا میدونه چه کرد، تقدیرم ازش میکنه، میاد میره کنار میشه جزو مشاورانش و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. حالا هم خب در بستر بیماری خوابیدن، شرق و غرب عالم میان دیدنشون، شیخ نعیم قاسم معاون حسن نصرالله براشون سرود سلامتی میخوند و آقای علی فضل‌الله پسر محمد حسین فضل‌الله رکوع میکنه جلوشون و نمیدونم شیخ احمد زیان براشون قرآن میخونه. یه مش آدم به عنوان مهمان برداشتن آوردن اونجا، پول و فرش و غیره بهشون بدن بیان اونجا جلو آقای خامنه‌ای دور باشن. مهمانای دائمی خارجی اینو مرتب در ایران هستن. آقای تازگاران، یکی از کارهایی که در نماز دولتی جمعه و این امام دولتی آقای مولوی کرمانی بود امروز، مثل این که 14 میلیون صلوات نذر سلامتی خامنه ای یعنی 14 به نیت 14 معصوم هست. خب اگر خداوند قرار قبول بکنه چه یه دونش هم کافیست دیگه. پس گردنش رو باید بگین آقای، اگر آخه ملتی که 14 میلیون صلوات میخواد بفرسته، هرچی صلوات خوب به هر حال اعتقاداتش مسلمه، مسلمان هست. 14 میلیون چرا خداوند با یه صلوات هم در روایات هست، چنانچه قلب پاکی باشه عمل خیری باشه، بعد اعتقاداتی که دارید خب با یک صلوات اون خدایی که تعریف شده در همه ادیان، در حال یه صلوات هم کافی است اگر نیت خیر باشه. شاید هم خودشون چون مطمئن نیستن پذیرفته بشه گفتن هرچی بیشتر سر، مگر خدا رو در رو درواسی بندازیم آقای چالنگی رئیس. بعد هم اینا رو نمیبینن که آقای نوری‌زاده میگن فساد رو، این جوکا و شوخی هایی که این همه ساختن هم نمیبینه آقای خامنه‌ای، که این نظر مردم رو هم نشون میده. اینی که روحانی چی گفت بهشون و رفسنجانی عاشق ایشون هست پیش از پروستات بعد از پروستات، اینا همه به جای خود، اما و بقیه، اما مردم چی؟ مردم نمیبینن که اونا چه نظری دارن. بله، من به نظرم این بیماری آقای خامنه ای از نظر من در واقع سه تا نکته خیلی توجهمو جلب کرد. یکی اینکه ایشون در دفترش، در محل سکونتش، اتاق جراحی و کلینیک بسیار پیشرفته ای ساختن و چرا اگر یک عمل ساده تراشیدن پروستات که حتی بیهوشی عمومی میگن ندادن، فقط مطرح بوده، چرا در همونجا بی صدا انجام ندادن؟ سوال برانگیز از دو حال خارج نیست، یا بیماری دیگه ایشون داره که در بیمارستان قلب بستری شده، مشکل جدی تری داره پنهان میکنن،
به دلیل بحران جانشینی در ایران که بحرانی جدی است، یا اینکه شو در آوردن، یه تئاتری درست کردن، اتاق عکسایی که از اون اتاق انداختن، دوربینای حرفه‌ای کار گذاشتن و میکروفون و نمیدونم دستبندی کردن ملاقات کننده ها و خاتمی رو اصلا راه ندن، اون یکی نمیدونم دوم دورتر وایسه و غیره، یه شوی درست کردن که سپاه نماز شکرگزاری گفت من به جا میارم و آقای عرشبت امام جمعه به قول شما 14 میلیون صلوات نصب کنید. به نظرم واقعا این سوال برای من سواله و حل نشده، نمیدونم هم کدوم یکی از این دو گزینه یا احتمالا گزینه دیگری درسته. اما نکته دوم آقای چالنگی که از منظر مبارزات و مقاومت مدنی مردم ایران قابل تأمله، همین جوکایی است که شما مطرح کردید، نه در مبارزه مردم ایران با استبداد و سرکوب، بلکه در سایر نقاط دنیا. در شوروی استاد بودن مردم روسیه جوک ساختن، در لهستان یک پای جدی مبارزه بود، در دنیای عرب من همین اخیراً مقاله‌ای رو ترجمه می‌کردم، چقدر خوب فصلی از یک کتاب خیلی خوب پرداخته بود به اینکه چه جایگاهی داره، به خصوص در مصر که شما بهتر از من آشنا هستین، مردم چگونه با ساختن جوک حرکت کردن. و در ایران انصافاً ذوق خوب مردم و طنز قوی جوانان ما بی‌نظیر بود. من خودم شخصاً راجع به این مریضی آقای خامنه‌ای اگر بشمارم شب دست کم 100-110-120 جوک دریافت کردم و به مراتب احتمالاً تعدادش بیشتره، و چه طنز عمیقی، و چه به قول شما آقای خامنه‌ای اگر هیچ کاری نکنه، فقط و فقط بادمجون درقابچین ها از دورش بره کنار، همین جوک هایی که راجع به مریضیش نگاه بکنه، به نظر من بزرگترین درس رو یک حکمران میتواند بگیرد که مردم راجع به او چه میاندیشند و چگونه در ترازو گذاشتند ایشون رو و اعوان و انصارش رو و کارهایی که اطرافیانش کردن. به هر حال به نظر من این مریضی ایشون اتفاقا آزمون دیگه بود که نشون میده که مقاومت ملت ایران و مبارزشون برای آزادی جنبش آزادی خواهی عمیقی است که زیر پوست جامعه ما جریان داره. آقای نوری‌زاده، صحبت باز آقای رفسنجانی شد و بعدم آقای خامنه‌ای. برای بیماری آقای خامنه‌ای مثل که ظاهرن خیلی از مسائل رو با خودش میاره و مطرح میکنه، یکی هم بحران جانشینی، یکی که بعد از خامنه‌ای چه خواهد شد، آیا زمان مانند خمینی هست که با رفتن خمینی به هر حال اتفاقات افتاد که دیدیم، آیا همون زمانه یا خیر چه خواهد شد، این موضوع شاید بتونیم در برنامه‌های دیگه دربارش صحبت کنیم، چه چیزای قابل پیش بینی است. اما آقای هاشمی رفسنجانی آمده و خیلی با صراحت در کنفرانس و نشست علمای اسلام برای وحدت مسلمانان و کنفرانس اینجا یا حمایت از فلسطین که ما بله با صراحت هم اعلام میکنیم به فلسطینی ها اصلا میدهیم چه. از اون طرف شما که قطعا میدونید در جریان هستید، جز به جز برای بینندگان من میگم، محمود عباس رهبر دولت خودگردان فلسطینی آماری داده راجع به حماس که 2146 نفر کشته شدن، 18,000 خونه ویران شده، این همه بیمارستان، 7 بیمارستان مرکز درمانی و زخمی ها و اینها، و به حماس هم گفته شما اسم اینو گذاشتید پیروزی، و اگه این کارا رو ادامه بدید ما دیگه اصلا هیچ رابطه ای با هم نخواهیم داشت. ببینید آقای این فلسطین بی خود نبود میگفتم فلسطین را آقای رفسنجانی چرا ولکن نیستن این داستانی. ببینید آقای چالنگی، اینا از روز اول انقلاب، اینا حتی عرفات وقتی اومد به ایران اون جستی که گرفتن که دروغ میگفتن، نمونش این که نه تنها به عرفات کمک نکردن، بلکه پولی رو که اسم مؤسسه صامد فلسطینی در نمایشگاه بین‌المللی تهران به دست آورد از فروختن این مجسمه های قدس و غیره با صدف، این پول هم بهشون ندادن و هنوز
سازمان آزاد بخش فلسطین طلب کاره. قرار زمینه منطقه پولو به تروریست ها همیشه میدن، به جهاد اسلامی میدن، به حماس میدن، به بقیه میدن. ببینید جریان جنگ اخیر حماس ورشکست به تقصیر سیاسی شد. حماس دروغ گفت. ابو مازن عصبانیتش از دروغ حماسه که اخیرا در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عربی در محل اتحادیه عرب تا اومد صحبت کنه اومدن بهش گفتن اجازه بده روزنامه نگارا برن بیرون، ولی وزیر خارجه فلسطین همون شب در برنامه محمود ورواری اومد اینا رو گفت در العربی. ببینید آقای چالنگی، حماس به ابو مازن دروغ گفت. ابو مازن در قطر از خالد مشعل میپرسه شما این سه تا اسرائیلی رو گرفتین؟ میگه نه، سوگند میخوره. و ابو مازن میگفت به من سوگند خود رو دروغ گفت و من رفتم جلو نتانیاهو مدرک جلوم گذاشت که حماس بوده، گفتم نه، من به شرافتم میگم حماس نبوده. بعد نماینده حماس میره تو ترکیه میگه ما بودیم، ما گرفتیم و کشتیم. خیلی بهش برخورد. و بعد دروغ و حق بازی های حماس و 18 تا فلسطینی از جمله 12 تا از اعضای فتح رو گرفتن به اسم جاسوس اسرائیل کشتن، در حالی که اینا با تلفن موبایل به دفتر فتح زنگ زده بودن، اینا رو به اسم جاسوس به قتل رسوندن. اینه که حماس بی آبروه و حماس در این حال از جمهوری اسلامی پول میگرفت، مراسم عزاداری صدام برپا میکرد. اینا هیچ به هیچ کی وفا ندارن، فقط پول و اون اهداف خودشون مطرح، حتی به برادر خودشون ابو مازن رهبرشون کلک میزنه. آقای رفسنجانی هم این وسط میخواد بگه بله ما هم با فلسطینیم. این آقای رفسنجانی باید تکلیفش رو روشن کنه، یا باید از کسانی که شعار نه غزه نه لبنان دادن جانم فدای ایران حمایت بکنه، اگه معتقده که به اون جبهه وابسته است. اگر این بازی ها رو بخواد بکنه، یه روز حماس بشه و یه روز طرفدار این طرف بشه، نمیشه. آقای چالنگی، دوران دودوز بازی تموم شد. آقای رفسنجانی هم بود، خودش به صراحت هم عاشق هم عاشق بوده و هست، از سالیان پیش عاشق آقای خامنه ای، یعنی ولایت فقیه. بعد چه براتون بگم، با آدم حیف که دهانش باز نمیشه، چون کسان دیگری دچار مشکل میشن. که بنده بگم آقای هاشمی در برای آقای خامنه ای چه گفته و چه میگفتن در اون روزای جنبش، حالا میگم گفتنی نیست چون کسای دیگری مشکل پیدا میکنه. بله، تصویر اینم که میبینید الان، تصویر امیدوارم به روی صفحه داشته باشین، کسانیش که حماس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد که این افراد فتح بودن، در واقع کلی از افراد فتح و حماس کشت. شما نگاه کنین جوانای فلسطینی رو کنار خیابون همونجا محاکمه کردن، همونجا هم تیرباران کردن. بله. با این دمپایی و پیژامه و اینها بیچاره چه جاسوسی دارن برای همون کاری که خلخالی هم میکرد، بگی یادتون رفته کار خلخالی میکرد، کاری که بقیهشون کردن. اصلا نگاه کنیم به وضعیت این فلسطینی های اعدام شده بیچاره کنار خیابون. بله، محمود عباس گفته شما آمدید و به ما گفتید که پیشنهاد آتش بس مصر رو نپذیرفتید. بله. بیش از 40 روز بعد اومدید و پذیرفتید. نه ببینید آقای چالنگی، ما وقتی میگیم اسرائیل به دنبال صلح نیست، به خاطر رفتاری است که با محمود عباس میکنه، اما این به منزله تایید حماس نیست. جنایات اسرائیل رو محکوم کردن تایید عملکرد حماس نیست. حماس به خاطر خودخواهی‌های خودش این مصیبت رو بر مردم غزه تحمیل کرد، ولی چه لزومی داشت سه تا اسرائیلی رو بگیرید بکشید؟ چه لزومی داشت که بعد یه جوان فلسطینی کشته بشه، بعد این همه ویرانی؟ واقعا آدم میتونه ابو مازن رو درک بکنه. من با این مرد با شرف نشستم، تنها بخت اسرائیل برای صلح ابو مازنه و متاسفم که دست راستیای مثل آقای لیبرمن و نتانیاهو سر خود دارن. فکرم میکنن میشه سرزمین فلسطین رو بلعید، امکان نداره. بله، همونطور که احترام داریم، مصاحبه‌ای که منم با ایشون داشتم بارها بر این نکته تایید میکردن که کشور فلسطین در کنار ما میتونیم کشور مرفهی باشیم و به نفع ما تکنولوژی اسرائیل، نیروی کار ما، تخصصی ما بماند. داستان‌ها بسیار زیاد هست متاسفانه، اما اینکه ایران هزینه
ندانم کاری های رهبرانش در ارتباط با مسائل منطقه میپردازه مشکل اساسی است. مردم ایران از بی خود نبود به شوخی می نوشتن اسرائیل نکن این کارا رو، ما باید پولشو بدیم. آقای سازگارا تفسیر شما رو می شنویم در این زمین. من آقای چالنگی از دو زاویه واقعا با این حرف ها مشکل دارم. زاویه اول منافع ملی ایرانه. یکی از مخالفین حکومت که حالا فوت کرده اگر اجازه بدید اسمش رو نگم، زمانی صحبت میکردیم ایشون میگفت من خصم تاریخی اسرائیل هستم. من همون موقع به ایشون عرض کردم، گفتم آقا بنده خصم تاریخی هیچ کس نیستم. منافع دوستی ها و دشمنی ها در سیاست ابدی نیست. آنچه که پایداره منافع ملی است. و حداقل من شخصا خودم اولین بار در دانشگاه زنجان، بعدم در دانشگاه مشهد، بعدم در چندین دانشگاه دیگه علنی سخنرانی کردم و این رو مطرح کردم که بعدن شد یکی از اتهامات من که ما چه دلیلی داره با اسرائیل انقدر دشمنی بکنیم؟ به ما چه؟ یعنی نه سرزمینمون رو گرفته، نه مرزی داریم و منفعت ملی ما ایجاب میکنه که توازن ظریفی در روابط بین اسرائیل و اعراب و سایر کشورهای منطقه همواره برقرار بکنیم برای اینکه حداکثر منافع ملیمون رو تامین بکنیم. و سخت بنده طرفدار اتفاقا اون شعار مردم هستم که در جنبش سبز میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این واقعا از یک سو شما ببینید همین یک قلم دشمنی با اسرائیل که از ابتدای جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی متولد شده تا امروز چقدر به کشور ما خسارت زده، چقدر بها پرداخت ملت ما برای همین اسرائیل باید محو شود در سطح بانکداری دنیا، در سطح روابط با آمریکا، در سطح روابط با اروپا، در منطقه و ده ها مورد دیگه. اما سویه دومی که شخصا خودم با این حرفا بسیار مخالفم سویه فلسطینی هاست. به هر حال ملتی هستند آواره شدن، مشکل دارن و دل آدم میتپه براشون. اما سیاستمدارانی مثل محمود عباس، از نظر من انکار نمی کنم طرفدار این بخش از فلسطینی ها هستم که سالها مبارزه کردن، موشون رو در سیاست سفید کردن. کسانی بودن که روزگاری ناصر به شعارهای میداده که گوش فلک رو کر می کرده، ازشون پشتیبانی می کنه، قذافی می گفته، رهبران عرب هر کدوم به اینها وعده دادن و در سرد و گرم روزگار های چالنگی اینها یاد گرفتند که هیچ کس به فکر به دردشون نمیخوره، یک مش شعار تحویلشون میدن و مردم کشته میشن. الان رسیدن هم عاقلای فلسطینی هم عاقلای اسرائیلی. دیگه اسرائیلیای عاقل هم اون حرفا رو نمیزنن، عربا رو میریزیم توی دریا، نمیدونم از نیل تا فرات. اینا هر دو به این نتیجه رسیدن. شاهکارم این بوده که دو دولت رو گردنشون گذاشتن، طرفین تندروهایی دارن و دارن راه حل درست رو انتخاب کردن. ولی اون وقت جمهوری اسلامی میاد با افتخار آقای رفسنجانی یا دیگران یا آقای خامنه ای یا غیره اسلحه بدن، موشک بدن، راکت بدن به گروه فاسدی مثل حماس که آقای خالد مشعل در دوره‌ای که 2000 تا آدم همین ماه گذشته کشته شدن در هتل 5 ستاره در دوحه نشسته باشه و میلیاردها پول رو هم نوش جان بکنن، بخورن، مردم رو دم توپ بدن که یک شعار تحویل بدن به قیمت زندگی فلسطینی ها و ویرانی و خرابی و حل نشدن مشکل. به هر حال به نظر من سیاست غلط در هر دو سو خسارت بار بوده، در درجه اول منفعت ملی ما و در درجه دوم مسئله حقوق مردم فلسطین که راه درستش راهی است که امثال محمود عباس اینها میده. خب به هر حال همچنان حماس بر همون محور هست، سیاستش که اسرائیلی ها رو باید ببخشید نابود کرد و باید به دریا ریخت، همچنان که در تهران هم بعضی از این صداها شنیده میشه. اما آقای نوریزاده این نکته هست، در یه همچین شرایطی هست که این گوشه گروه های مختلفی هم به وجود اومدن، گروه های اسلامی همچنان رو به گسترش هستن، انصار بیت المقدس حتی در مصر هست و
احرار شام و و جبهه النصر و همه رو میشن، حوثیون هستن اونور و داعش و آقای جانکری هم در منطقه به سر میبره. در این فراخوان برای همکاری از حکومت ایران خبری نیست، فرا خوانده نشده به کنفرانس جده. این چه معنی میتونه داشته باشه آقای نوری‌زاده در مبارزه با داعش؟ ببینید آقای چلنگی، یه توضیح کوچیک فهمیدم. موسی ابو مرزوق معاون آقای خالد مشعل دیروز اعلام کرد گفتگو با اسرائیل اشکال نداره. اینم خواستم بگم، این بازیایی که جمهوری اسلامی در میاره، خود موسی ابو مرزوق گفت ما با اسرائیل مستقیما مذاکره میکنیم. بله ببینید، جمهوری اسلامی با ظهور داعش دوچار اوهام شد. پیش خودش فکر کرد حضورش رو در عراق، حضور نظامیش رو با مبارک گویی آمریکا مشروعیت میبخشه. حالا آمریکا برای مبارزه با داعش چون نیروی زمینی نمیخواد بیاره، ارتش عراق هم دست آقای مالکی به اون وزاریات افتاده، پس تعدادی سپاه میفرسته، کنترل عملیات دستش، گروه های اصائب اهل حق و بد رو غیره هم به صحنه میاره، مالکی هم سر جاش ابقا میشه و جمهوری اسلامی برنده این بازی است. از اون طرف چون داعش رو در عراق میزنه، آمریکا بهش این مجال رو خواهد داد و کمکش خواهد کرد در برابر داعش سوریه و رژیم سوریه هم دوباره مشروعیت پیدا میکنه. این خیالاتی بود که در پس اتاق فکر آقای خامنه‌ای نشستن کردن، به یه چیز توجه نداشتن. اولا مالکی سر جاش نمیمونه، مالکی آنقدر فاسده و آنقدر آبرو باخته است که نمیتونه بمونه، به خصوص وقتی مرجعیت نجف هم علیش موضع گرفت. این یک. دومی که آمریکایی‌ها ممکنه بگن بسیار خوب جمهوری اسلامی مرسی که به کردها اسلحه دادی، چند تا کارشناس فرستادی، روز اول دو تا سخوی فرستادی، اما این خط قرمز، حق مداخله نظامی در عراق رو نداری، منطقه سنی نشینه، ما نمیخوایم جنگ شیعه و سنی هم در پس قضیه داعش بیاد. جلوی حضور نظامی ایران رو گرفتن، قرص هم گرفتن، متحدان آمریکا در منطقه از سعودی گرفته تا اردن و مصر، اینا هم با آمریکا گفتن داعش مشکل ماست، ما با داعش برخورد میکنیم، نیازی به کمک جمهوری اسلامی هم نداریم. اینه که در کنفرانس جده 10 کشور حضور داره، یعنی آمریکا به اضافه اردن و مصر و لبنان و عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها حضور دارن که برای اولین بار آقای جعفری در مقام وزیر خارجه عراق اونجا حضور داشت، خیلی هم خوب استقبالش کردن. منظورم اینه در جده جمهوری اسلامی رو راه ندادن و این تصور و خیال جمهوری اسلامی که از داعش به نفع خودش و حضورش بهره برداری خواهد کرد. فردا برای سوریه هم اعتبار کسب میکنه، دیدیم که پرزیدنت اوباما در سخنرانیش جا به جا گفت رژیم سوریه مشروعیت نداره و اگر او علیه داعش سوریه هم بره، این نخواهد بود که به نفع رژیم باشه، بلکه به کمک ارتش آزاد و نیروهای معتدل اپوزیسیون سوریه خواهد رفت. آقای سازگار، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم و آیا یکی از علتاش این نیستش که دید آمریکا هم جمهوری خواه و تا اندازه برخی از دموکرات ها این هست، حرف آقای کیسینجر که جمهوری اسلامی خطرناکتر از داعش هست در دراز مدت؟ بله کیسینجر، توی این حرف آقای کیسینجر در کنگره امریکا هم طرفدارای زیادی داره. آقای اوباما هم در استراتژی 3 مرحله‌ای که اعلام کرد مسئله همکاری با سوریه رو، رژیم سوریه رو سخت خط کشید. البته اسمی از ایران نیورد، ولی الان در 500 میلیون دلاری که از کنگره ایشون درخواست کرده بگیره، بحثایی که در کنگره امریکا میشه خط کشی با ایران خیلی سفت و سخت هستش و خطر جمهوری اسلامی. بعد صورت انتقادات تندی هم الان از آقای اوباما در واشنگتن حتی حزب دموکرات میکنن که شما 3 سال پیش اشتباه کردی و به حرف مشاورا گوش نکردی، نیروها روی آمریکا رو همه رو بیرون آوردی و داعش اینطور رشد کرده. و ضمناً این رو هم من دیروز نگاه میکردم، دیدم بسیاری از نطقهای کنگره امریکا مطرح میکنن که آقای اوباما شما که میگی پوتین روی زمین
سرباز امریکایی نخواهد گذاشت هم به مردم امریکا راستش رو نمیگی، برای اینکه اگر قرار باشه داعش ریشه کن بشه نهایتا باید سرباز امریکایی پوتین روی زمین هم بگذاره در این نبرد. به هر حال فکر میکنم دو طرف راه رو به اصطلاح در امریکا به راحتی به 500 میلیون دلار بودجه رای بدن و امریکا هم شروع کرده پرواز شناسایی بر فراز سوریه رو. با سپاس بسیار از میهمانان جمعه شبای تفسیر خبر در لندن آقای نوریزاده عزیز و در واشنگتن آقای سازگارای گرامی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان آسماری، کوهساران زگرس، الوندکو و کوهساران تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.